سلام درنو لیدونکو په دغه شپه ورځو کې چې افغانستان د ټاکنو پر لوري روان ده او سیاسي منډیتر دی هم هر ورځ په تیریدو سره زور اخلي د ملي اجماع خبرې له مختلفو چینلونو نه راپورته کیږي دغه د کلمو دغه ترکیب سیده یا دغه اصطلاح سیده په لومړي ځل نن نه څو کاله دمخه را میدان ته شول او هغه وخت د انتقال د بهیر اوسنی مشر سي د ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدي د وکړول خو اوس د راتلونکو ټاکنو لپاره د ملي اجماع د جوړیدو په ضرورت باندې ډیر سیاستوال ټینګار کوي اند له ولسمشر او دارنګ له لومړي مرسیالې نیولې تر یو شمیر نور کړي پورې لکه د افغانستان کې د امریکای په خوانی سفیر زلمی خلیلزاد هم دا خبره کړې ده زین نور او سیاستوالو مشرانو هم دا خبره کړې دي د دې لپاره چې په راتلونکو ټاکنو کې د کاندیدانو شمیر کم شي او یو ډیر وړ پیاوړی کاندید د رامخې ته شي یو یا څو کاندیدان د دې لپاره اړتیا ده چې مختلف سیاسي کړې سیاستوال ګوندونه د سر راغونډ سي د ملي اجماع تر چتر لاندې او دوی په یو چا باندې هوکړو کې په یو ټیم باندې هوکړ سره وکړو کې وغه مخته کې باور داسې لکه دغه ډول کار وشي د ملي اجماع لارې نه یو ټیم مخته شي د راتلونکو ټاکنو لپاره یو یا څو ټیمونه یو یا څو کسان نو دا به افغانستان ټاکنې هم رڼې او شفاف وي هم به راتلونکي حکومت د دوی په باور باندې څوک د خبره کوي پیاوړی وي خو څومره کې دي چې همدغه اهداف په همدغه ډول اصلاح کې ترلاسه شي په دې بنن باس کو میلمانه در سره د ملي ائتلاف غړی مولانا سفرید بل میلمر سره له بحران څخه د ژغورنې د جبهې وایان ډاکټر صاحب آصف بکتاش دي دواړو میلمنو ته خره غلاسوي ما مولانا صاحب می د روزا بسیار زیات شنې د مې کلمې امي اصلاح اجماع ملي موافقه سم کو باید باش هم امي تعریف کې بشتر یو توضیحات کوم دادم با می ګونه بسم الله الرحمن الرحیم باز احترام خدمت بینندگان محترم و مهمان نهایت عالی قدر و همچنان گردانندگان برنامه تشکر اما قبل از همه باز یادآور میشم که ما به نمایندگی از ائتلاف صحبت نمی کنم من به نظرات خود دارم با ارتباط سوال شما باید بگیم که اجماع ملی در سالهای اخیر به طوری که مشاهده میشد به شکل مکرر از جانب رهبرای تعدادی از رهبرای سیاسی در افغانستان مطرح میگردد و خصوصا با نزدیک شدن انتخابات سال 2014 بسیار کم مانده است که کلمه اجماع ملی یا اصطلاح اجماع ملی به یک گفتمان سیاسی تبدیل شود بله. و میخوایدم خیلی قسم شد یعنی دهی فکر هستند که به گفتمان سیاسی تبدیل شود واقعا قسمی که شما اشاره کردین اجماع ملی در مرحله اول از طرف دکتر اشرف غنی احمدزی مطرح شد و همچنان اجماع ملی از طرف آقای خلیلزاد هم مطرح شد از طرف جناب رئیس جمهور هم مطرح شد و از طرف مارشال صاحب هم این موضوع مطرح شد یک قدر مشترکی در بین تمامی نظریات از یا که وجود دارد یک حج مشترکی از یاییست که تمام از اینا اجماع ملی میگویند اما ایک نوع توضیح روشنی از اجماع ملی ارائه نمیکنند بله ایک نوع توضیح هر کسی تعریف جداگانه از خود داره باشد. اگر دارد یا ندارد حتی تعریف جداگانه خودم وضاحت نمیده که مردم بفهمند هدف از یا از اجماع بدیل انتخابات است هدف از یا از اجماع جمع شدن چند نفر کلان یا به اصطلاح خودش سیاست مدار هستند به خاطر تقسیم قدرت به هر شکلی که است این نقطه نظرات تو هنوز گنگ است و هیچ نوع توضیحی برای مردم داده نشده است خودش خواست چی تعریف در این کلمات میشه اجازه بدین و خواست ما از سیاسیون محترمی که طرفدار اجماع هستند ایست که باید نقطه نظرات خود واضح بیان کنند به مناسبت نیست ما شما گفتین که جناب مارشال صاحب هم روی اجماع تاکید کردن و ای تو برداشت نشود که ما با مارشال صاحب کدام روابط سیاسی دارم متصل ختم بیانیشان از طریق تلویزیون ملی ما برشان تلفنی تماس گرفتم البته تماس ما هم یک تماسی بود که ما تماس اعتراضی داشتم که جناب مارشال صاحب که شما اجماع را مطرح کردین هدفتان از اجماع چیست و شاید گپای ما را عالی هم بشنوند تهمت نباشد صحیح.
محسوس سے برما اتر توضیح دادن که مب گفتم برشون هر نوع اجماعی که در هر نوع میکانیزمی به خاطر انتقال قدرت سیاسی در افغانستان که در چوکات قانون تعریف نشده باشد او فرا قانونی خلاف قانون یک امر باطل است خوب. و شما به چه اساس اجماع را مطرح کردین؟ محسوس سے برما گفتن که هدف ما از اجماع یا طرح اجماع جمع شدن شخصیت های افغانستان به منظور برگزاری یک انتخابات شفاف عادلانه مطابق قانون اساسی است نی پیش از انتخابات به خاطر یک جمع شدن یک بله باید همه نخبگان افغانستان سیاستمداران افغانستان رهبرایی که میخواهند نقش در سیاست افغانستان داشته باشند اجماع به خاطر برگزاری انتخابات داشته باشد که انتخابات به بیراهه نرود انتخابات سالم باشد انتخابات شفاف باشد همچنان آقای مارشال روی خلیلزاد و برادرای آقای کرزی ملاحظاتی داشتند با ارتباط هم یک چیز خدمتتون عرض کنم که وای که مارشال گفتن خلیلزاد یک آدم آمریکایی است شاید هدف مارشال از گفتن اینکه خلیلزاد آمریکایی است کدام توهین به شخصیت خلیلزاد نبوده باشد این بیان یک واقعیت است واقعیت است خلیلزاد امریکایی است خلیلزاد سفیر امریکا در افغانستان بوده سفیر افغانستان سفیر امریکا در ملل متحد بوده سفیر خلیلزاد صحبت نمی کنیم که دیگه صحبت نراد کنیم او هم کسی است که طرفدار اجماع در افغانستان باید. اجازه بتین و او آدم نماینده خاص امریکا بوده در افغانستان بالاخره سفیر امریکا بوده است در عراق بنابراین این بیان یک واقعیت است که حتی پیکار سیاسی خلیلزاد در داخل افغانستان ایجاد دفترها برای کمپین آینده باید حکومت افغانستان این وضعیت مردم روشن بسازه که این مداخله در مسائل داخلی افغانستان است هنوز اعلان نکرده که یک کاندید است یا نیست ولی ما شما مثلا سر ابهام بحث میکنم اجماع ملی را به خاطر افغانستان مطرح میکنه و هر روز صحبت داره فعلا در هرات دفترها جور کرده در افغانستان دفترها جور کرده این مداخله در امور داخلی افغانستان است این واقعا خلیلزاد اعلام بکنه که من آمریکایی نیستم تابعیت خود را سلب کردیم بنان من دیگه بعدا افغانی هستم رسما از طریق حکومت آمریکا به حکومت افغانستان خبر داده شده که دیگر آمریکایی نیست بنان تشکر ما اینطور میگیم ما سوالی است که سوال اساسی ما با همه کسایی که اجماع میخوان بالا از وای است که وقتی که یک میکانیزم انتقال قدرت سیاسی در افغانستان وجود دارد ضرورت به یک طرح به یک طرحی که این در قانون اساسی افغانستان تعریف نشده است چیست؟ صحیح. تشکر بسیار زیاد ممکن هدف کسایی که میگه ای باشه که چند نفر جمع شون و خوب است سر یک موضوع صحبت شوه که خوب این رقم پیش بریم یا اون رقم دکتر صاحب څنګه رساس ول نظر ډیر گرم سوي د ایسلام بله بسم الله الرحمن الرحیم د کابل نیوز درنو تلویزیون درنو لیدونکو تخنیکی همکارانو او دغه شوم ته مولانا صاحب ته سلام او احترام په وړاندې کول با تو وایم چې هغه تاسو اشاره وکړله د ملي اجماع اصطلاح د لومړي ځل دپاره ډاکتر صاحب اشرف غني د خانه په کار یوړل سوه او یو شعار لاره شعار دا چې وایي چټلي پارک کړه ارګ باید د چټلۍ نه پاک سي دوی هدف دا و چې نظام فاسد سوی دی یو سالم ملي نظام باید رامنځته سي او د دې دپاره د افغانانو ترمنځ د یو اتفاق و یو اتحاد تامین ضرورت ده برنامه یې لرله پروګرام یې لاره زه نه غواړم په هغه باندې ډېر بحث ولرم په وروسته کې ده هغه څه چې جناب مولانا صاحب ورته اشاره وکړله ښاغلی کرزی هم دغه نه خبرې کوي او لومړی معاونه د جمهوري ریاست هم دې نه خبرې کوي ښاغلی خلیلزاد هم دې نه خبرې لري ولی ملی اجماع در چه نظره دیر تفاوت لری ملی اجماع که پدا معناوی لکه از بیران که شورای نگهبان جوره سویده و آقا بیا کندیدان بانده توافق که چوک باید کندید سی جمهوری ریاست ده چوک باید کندید نسی آقا ده از افغانستان پر اساسی قانون که زایی نلری او طبیعی توگه آقا ده افغانستان ده اساسی قانون سر مغایرت لری دوام خبر ملی اجماع پدا مفهوم سره چې یو تدا سره را ټول سی دی او چا شاته ودریږي او هغه د جمهوری ریاست پوست ورسې دا غونډې یو خوا بله خوا روانې دي آرایشت قوتونو په سرعت سره جریان لري د نوي ائتلافونو د نوي جبهو تشکیل یعنې د شکلګیري په حالت کې ده ولی یو مورد چې زه ویلی سم افغانستان نږدې د څلور لسیزې جنګ او بحران کې
هغه څه د دغه بحران ډیر عمده نتیجه ده د اعتماد بحران ده افغاني ټول نسرت پال های دا د اعتماد بحران نیولې ده خو کېدی شي په همدغه ډول غونډو کې مثلا د اجماع سکې یو څو کسان راغونډي یو څو غونډونه کېدی شي دغه مسله مطرح شي تر اوسه هغه اجماع چې د ښاغلي کرزي د نظره مطرح وه یا د ارګ د نظره مطرح وه خو هغه یو څو تنه وه چې پارک دوی دائما راټولېږي دا د انتخاباتو په وخت کې پارلماني انتخابات کې کېدی شي همغه د اجماع وه دوی توافق کوي څوک باید شورا ته ولسي جرګې ته راسي څوک رانیسي څوک ولایت شوراګانو ته راسي څوک رانیسي بالاخره هغلته د قدرت ویش ده کوم پوستونه د چا ته تقسیم شي تاسو ته ګونګه ده اوس دا مسله رښتیا زما د نظره نه ما ته ګونګه نه ده زه د ملي اجماع خپل تعریف لرم زه وایم هر ملي اجندا هر هغه ملي پروګرام څه وکولی سي د افغانانو تر منځه دغه موجود تشتت او پراګندګۍ ته خاتمه ورکړي او دا زمینه سي د دې لپاره چې موږ د وکولی سو افغانستان د دې بحران نه وباسو د ښه اقدام ده زما د نظره ملي اجماع باید داسې وسي او اوس په همدې کنټکس کې وړاندې کیږي په همدې مفهوم کې مثلا مطرح کیږي او که کېدی شي هدف نور زه نه سم ویلی لا تر اوسه هغه څه چې جناب مولانا صاحب هغه ته اشاره وکړله زموږ هېڅ سیاسي شخصیت د دې نه داسې دقیق تعریف نه ده وړاندې او اړتیا شته فکر کو د افغانستان په همدغه اوسنیو سیاسي فضا کې اړتیا شته د انتخاباتو تم دغه تقریبا نه میاشتې پاتې دي اس کم نه میاشتې شک نسته دا اړتیا وجود لري ولی لازمه ده من پنسر که وانی سو چه افغانی طولن فوقلاده تقسیم سوید دیوی خونه آقا ملی اختلافات چه ده بیرون نه لمن و هلکی گی بیرونی ریخه لری افغانان تقسیم کریدی ده بل خونه ده واق بانده جنجال و جنگ سروانده ده افغانستان ده ملی سروتونه ملی شتمنه بانده دلتا ده ازمکو بانده پدیو بانده ده کن کشمکت سروانده ده طولن تقسیم کرده عملا پا دو برخو بانده یو تعداد مافیایی دلی دی چه فقط دوی ده افغانستان زمکه ده افغانستان عامش تمنه دو لطول پا فکر که دیو دی ده پار سر راتولی گه دوی آغتم سر ویلیس یو اجماع ده ولی زما ده نظر ملی اجماع طول اغا افغانان چه ده نجده چلول لسیز جنگ و بحران پا جریان که ده دغر دلو چه عمدتن بحرینی را وابط لری بحرینی وابستگی لری د دوی نه د دوی د اقداماتو نه متاثره سوی دي دوی د خپل منځ کې باید خپل اختلافات ختم کړي او یو ملي تفاهم د طریقه دوی باید وکولی سي په یو ملي اجندا باندې توافق وکړي یو سرتاسري ملي حرکت یو سالم ملي دولت د منځ راتګ لپاره دوی باید رامنځته کړي تشکر و مولانا صاحب یک حرکت ملي که قسمی که دغه سبق ته اشاره داشتن به خاطر انتخابات او به میانه وردن یک اجنده ملی تابتانه مملکت ما زی حالت بیرون شود خوب نیست که امی چهره های سیاسی و احزاب سیاسی با هم بشینن بگوین که بیادر کل ما شما یک هدف داریم چطور میشه که سر یک دو سه نفر توافق کنیم یا ما یا خودت یا دیگه کسا و پیش برون ما ببینین اجماع ملی چنانچه که بکتایس فرمودن یک کلمه بسیار پاک است یک کلمه بسیار مقدس است برای این حال یک کلمه گمراه کننده هم است خب ببینید مقدس است از این لحاظ است که از این وسیله به شکل درستش کار گرفته شود گمراه کننده است که تا هنوز اجماعگرا تعریفی از اجماع به مردم ارائه نمیدن ببینید خب. اگر اینا در ضمیرشان نسبت به افغانستان یا نسبت به رسیدن نسبت رسیدن خودشان به قدرت چیزی مکتوم و پوشیده نباشد چرا از اجماع خود تعریف درست به مردم افغانستان نمیگویند تا امروز نه خودت مجبور باشی روی از او یک کنکاش داشته باشی و نه ما مجبور شویم که با ارتباط از او حرفهای احتمالی را مطرح بکنیم چیزی که از نظر ما واضح است کسایی که اجماع میخواهند ایست که هدف از ایجاد اجماع امی شخصیت هایی که فعلا اجماع را میخواهند فقط تشکیل یک شبکه انحصار قدرت و تقسیمش بین رهبرای سیاسی است و بین چند تکنوکرات است که از طریق اینمی حکومت فاسد پول اندوختن قدرت دارن و از طریق مبارزه رقابتی از طریق انتخابات رقابتی میفهمن به قدرت نمیرسیم به حیات سیاسی خود ادامه دادن نمیتونیم روی آوردن به یک موضع فراقانونی به نام اجماع خونو مارشال سه من گفتن و اجازه بدید شما تشریم کردید که او هدفش این نبوده ممکن هدف دیگه هم باشه ما از مارشال میخوایم اگر ما برشان
تهمت کردیم به ما نگفتین ما در یک میز گپ میزنم باید هدف خود بگویند که چیش برای ما برای شما گفتن برای ما گفتن برای ما گفتن هدف ما از اجماع چرا یک تا مردم نظر به گپ مارشال در فکر سبوتاژ انتخابات هستند شما ببینید حرکت های از طرف آقای کرزی در قندار سازمان داده شده سازمان داده شده است برادرش امیال شاولی خان میگه در قندار مردم جمع میکنه خدا کنه درست نباشه اگر درست نیست باید رد بکنن میگن انتخابات امکان نداره حتی فرم توزیع میکنن ببینین ما اینطور فکر میکنیم که مارشال گفت به خاطر کسایی که در فکر سبوتاژ انتخابات هستن ما یک اجماع را ضرور میمونیم که فشار بیارن بالای حکام افغانستان تا انتخابات مطابق قانون اساسی برگزار شود به همین خاطر خوب است به این خاطر خوب است بله دیگه براتون میگم و گپ دیگر هم قبول دارم یک نقطه دیگه شما فکر میکنین مارشال صاحب به این خاطر میگه هدف دیگه کس باز فرق داره امره مارشال صاحب ما اینطور براتون بگم ما اینطور گفتم که ما اهداف مارشال توزیع اهداف براتون میگم از اجماع یعنی از دیگه... شما شنیده از دیگه شما نشنیده از دیگه تا بال نشنیده مگر بشنوم هزار بار میتونست که به مارشال جزی که یک بزرگ است احترام دارم برش کلان است عمر رفامی در زحمت گذشتونده است اما هیچ نوع رابطه سیاسی هم ندارم سخنگویش هم نیستم مستی که خودت یک ژورنالیسم باشی از کس احوال گرفته باشیم و با اون دسترسی داشتیم به اشرف غنی همزه دسترسی نداشتیم یک موضوع دیگه که بخوام خوب سینا شما یک موضوع بله یک موضوع دیگه براتون عرض میکنم ببینید تشویش یک دج ماگرا میگن که ما باید اجماع سر دوسیه کاندید بکنیم درست است اینجا حق مردم افغانستان ضایع میشه ما در قانون اساسی افغانستان این حق بر ملت دادیم که سر کی اجماع میکنن سر کی نمیکنن با کی رای میتن با کی رای نمیتن اجازه نیست دادم اجماع که مثلا شما مردم بگوین که دیگر رای نتین شما میگین که سه نفر پیش میکنین که مردم خدا کنه رای برش داد یا نه اجازه بتون او گپ نیست ببینین ما میکانیزم داریم برای یعنی هیچ کس جلوگیری نمیتونه که شما خدا کاندید نکنین ما گفتن سر دو سه نفر در قریا گپ بزنه سر دو سه نفر اجماع شما تو برات گپ میزنم که این گپ قریا نیست در قانون اساسی مثلا رای خود دست مردم است ممکن برای دو سه نفر نتاره اجازه بده وقتی که چهار نفر قلدره که قدرت هم در پیش است ثروت هم در پیش است در فکر سبوتاژ انتخابات برآمده تحت نام اجماع میخواه به قدرت خود دوام بده مردم بیچاره که هیچ نوع صلاحیت نداره از انتخابات و دو دوره گذشتم به حد خسته است که شاید طرف صندوق رای هم نروه پس اون مردم چطور میتونن برن به یک کاندیده که هیچ چیزی ندارد اما حق کاندیدسیون دارد رای بدن سی تشکر دکتر یک نقطه برات میگم باز که با همین چیز بخرب چیز میشه این که شما میگید دو سه کاندید باشه بسیار گپ مقبول است اما ما هر کس که میگه واقعا در افغانستان کاندیدا کم باشن مشخص باشه گپ خوب است اما این حق نه آقای کرزی داره نه آقای مارشال داره خلیلزاد خیلی مطرح نیست اگر امریکایی است نظر ما او حق اظهار نظر در ارتباط میکانیزم انتخابات در افغانستان نداره نه اشرف غنی احمدزی داره به خاطر چی که اونجا یک پروسیجر در کمیسیون انتخابات وجود داره که قابل تایید است که قابل رد است ما چرا در اجماع خود سر قانون اجماع نکنیم تا یک چیز فرا قانونی را بخوایم تشکر گمان کوم اگه خود نرده ایسیم که در اجماع کم چوک را طولی گی سر دخو نرده ایسی نور دی چوک کاندیدی گی نه فقط دغه دری کسان دی کاندیدی خو اگه لی دید پار سری کاندیدان و لیست کم شی که دیش یو هدف دایی سی در شمیر را کم سی اگا کسان سی در اوز پویی گیم سی دوی نشی گرتر یو زین و نور رو تا تیر شی این چوک خود پا دی قانون پاساس دی چامخ نسی نیولی تزان کاندیدو ڈاکٹر صاحب بکتاش ہم دو بڑا دی اندیکنی ورد دل کسنگ سی مولانا صاحب ورتی اشارہ کی بار صورت آئندہ انتخابات واقعا دی اندیکنی ورد دی دلیل ہم دادا چا منگا پچو تیرو انتخابات کچا تیر سوالا متاسفانه هم دی دولتی چارواکا و هم دی محلی زورمندان و دی نفوذ دی اعمال شاید و دی انتخابات و پروسه که دی در غلی شایدان و او بلاخره دا سوال لامسته کی گی چه آیا انتخابات با دی در غلی نه پاک انتخابات بی آیا این دی انتخابات با شفاف عادلانه و دمکراتیک انتخابات خوانده خبله وسیع دی بس مسئله دی سپان دغا دول کندو که که دیش مدرسی او آن زده و ایلیسم او آن زده و ایلیسم چه دی افغانستان خلق متاسفانه به انتخابات باند که خبل اعتماد او باور دلاسه ور کرده دوی نور اعتماد نسی که ولی صرفا سوال دی امنیت مطرح نده زما پښتنه دا ملدری اجماع پاړه لکه څومره سي مولانا صاحب اندښنه و خو لسی ځینې کسان غواړي د خپلو کاندیدانو لپاره دغه کلمات مطرح کړي دومره اندښنې وړ دي زه داسې فکر نه کوم دلیل دا ده چې د افغانستان اساسي قانون مطابق ټول د افغانستان ټول اتباع
حق لري څوک انتخاب کی او یو خپل ځان کاندید کی یعنی د انتخاب دولا او انتخابولا حق لري دا حق دی څوک دی چون نسخه سره برابر مې ولې په طبيعي توګه کله چې خلک ځانونه کاندیدي یو پوست یو تعداد همیان لري په ټول نه کې څه دغه نه حمایت کوي د زینو به د همیان زیات وي د زینو به همیان کم وي ولې سوال په دې چې د جمهوري ریاست د کاندیدانو تعداد که څونه کم وي که دلی سیاغ جمهور رئیس انتخابی که زیادتر رای نه زیادتر رای ده زانه سر ولیری ده خلق امایت زانه سر ولیری ده حقا چه دیت متاسفانه ده نوی قانون ده انتخابات و چه ده ولسی جرگه ده خوانه و بالاخره ده ملی شورا ده خوانه تصویب سا و کم انتخاباتی سیستم چه غلطه پیش بینی سویده ده انتخاباتی سیستم متاسفانه داس یو سیستم ده چه هم دا سیستم سبب سچه تیر انتخابات دیر ناکام انتخابات وی وستی مثال دی ولس مشر لخلیم دی ملی اجماع خبر رو تلا دی لومدیم رسیالی ما نور شخصیتون تستاس و اشاره کرد دوی لخلیم دا دول خبری سی دا تاس مثلا ناوری چه تصور که ویسی که دیش اهداف سوی اس ما خود تصور داد اگه خبر چه درگ نرو چه تیگی دوی دی آقا یو چوتانه چه دوی اگه تا دی رهبرانو خطاب کیگی او عمدتاً دی جهاد کلمه هم دوی ته اطلاقی کی په داسې حال کې اسنه د افغانستان ولس جهاد کړی ده دوی هر یو خپل ځان ته ډېر سرمایه ټولي انت سوې سي دوی غوړي سندغه کسان سره کې هغه یو څو تنه به سره راټول سي هغه ته بیا وایي چې چا نه حمایت وکړو چا نه ونه کړو تر اوسه پورې دغه د واک ویش په هر کې صورت نیولی فقط یو څو تنه دي چې د دولتي واک یا حاکمیت له مرکزي ادارو نه نیولی تر ولسوالۍ پورې دوی په خپل کې تقسیم کړی ده او غواړي همدغه شویې ته نه په استفادې سره دوی ځانونه په واک کې وساتي او زه په دې باوري یم چې د دغه موجود او کم ټیم په موجودیت کې او دغه انتخاباتو د کمیسیون په موجودیت کې کومې درغلې چې په تېرو انتخاباتو کې وسولې ممکنه نه ده چې آینده انتخابات شفاف عادلانه او دموکراتیک واوسیږي او ډېره مشکله ده چې د افغانستان خلک د اعتماد او باور وکولی سي چې دغه انتخاباتو کې د ګډون وکړي ولې یو څه تاریخي ضرورت ده هغه دا ده چې د افغانستان ولس ټول خپل منځي اختلافات عمدتاً بیرونی ریښې لري او عمدتاً د همدغه کړۍ د خوانه د افغانستان په ولس کې لمن ویل کېږي خپل منځي اختلافات ختم کېږي یو سرتاسري په څه شي کې ختمي په څوک به ختمي خو همدغه ډول غونډې لپاره ویل کېږي چې واده کېږي سم دی دا صحیح ده یو ملي اجندا باندې راټول شي یو ملي پروګرام باندې سره راټول شي خپل اختلافات ختم کړي د کړۍ نه چې عمدتاً بهرني روابط لري عمدتاً د ګاونډیانو سره روابط لري خپل حمایت د دوی نه ختم کی خپل ملاتړ د دوی نه ختم کی او په آینده انتخابات کې د شفاف عادلانه دیموکراتیک انتخابات په کوم کړی باندې تحمیل کی څو د انتخابات زمينه سي موږ د پاینده کې یو سالم ملي اداره یو سالم ملي دولت را منځ ته تشکر و مولانا صاحب فکر می کولې نو اجماع کامیاله به زبانه ورده میشه امیګونه اجماع به وجود بیا پیش از انتخاب کوشش شایره کې میبینن ممکن سره بیا ما خو اگر اجماع به خاطر تطبیق قانون اساسی و اگر اجماع به خاطر برگزاری انتخابات سالم و شفاف که در او کلمه رهبر جهادی و غیر جهادی مطرح نباشد که تمام اتباع افغانستان حق انتخاب شدن و انتخاب کردن دارن خاطر از او باشه اجماع ما از او اجماع استقبال میکنیم و گپ دیگه میز ببینین ما 100% هر افغان به این میاندیشه که ما باید کاندیدای مختصر و محدود داشته باشیم اما در ده کشورها چرا موفق میشن؟ همچه کاندیدا باید در افغانستان چرا نیست؟ اگر حکومت افغانستان با وظائف خود در نظام دموکراسی که اساس نظام دموکراسی را احزاب سیاسی تشکیل میداد در رشد احزاب تلاش میکرد امروز ما ضرورت نداشتیم یک اصطلاح جدید در دموکراسی به نام اجماع مطرح کنیم. وقت چی میکردیم؟ با ائتلاف های بزرگ احزاب سیاسی ما میتونستیم که به چند کاندید محدود برسیم و از طریق از او بریم به یک انتخابات رقابتی. بنان ای ببینین یک حرف دیگر خطاب به آقای کرزی میگیم. اگر جناب آقای کرزی اجماع را به حال افغانستان بسیار خوب میدیدن و مناسب میدانستن خودی بزرگوار در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری چرا کلمه اجماع را مطرح نکردن؟ اینجا یک نکته است و نکته ایست وقتی که آقای کرزی فهمیدن که ما بعد از این چانس ندارم نمیتونم خود کاندید بکنم
یک اصطلاح سیاسی جدید با وجود قانون اساسی در میکانیزم قدرت که دیگه ضرورت نیست مطرح شود کلمه اجماع را مطرح کرده. بنان زیر طرح اجماع، زیر طرح کاسه یک نیم کاسه است، تا زمانی که واضح به مردم نشود ما این را رد میکنیم و اساس قانونی برش قائل نمیشیم. ډیر زیات تشکر مولانا سبتاسو نو بکتاش سبتاسو نو سیدی باز کرا سره وی درنو لیدونکو زینې کسان کې دیش نورم دی دی ملی اجماع په دغه سلا پاړه باندې اندښنی ولري او زینې کې دیش غوی ته د حل یو خیو بولی خو دین خبرونه کې موږ ستر لاس کړ مولانا سب ویلی سي کې دیش دی کاسې لاندې کوم نیم کاسې او بکتاش سب داس نظر درلو سي کې دیش ک د دې لپاره وی سي کاندیدان کم شی یو ښه اجنډا یو ښه ټیم رامنس سی نو خدای دی غونډې حیثیت لري خپل دوړ ملمنوس خمنانه کو تاسو هم په لوبخون کې لاس پرم